یائسگی مردانه چیست؟ به کانال ما خوش اومدین یائسگی مردانه اصطلاح رایجی است که برای حالتی به نام آندروپاز به کار می رود و تغییرات هرمونی اطلاق می شود که در اثر افزایش سن در بدن مردان رخ می دهد از این مسئله گاهی تحت عنوان کمبود تستسترون، کمبود آندروژن یا هیپوگاندیس هم یاد می شود یائسگی مردانه شامل کاهش تولید هورمون جنسی تستوسترون در مردان 50 ساله و یا بیشتر می شود. در اغلب موارد این مسئله را با هیپوگاندیسم حالتی که در آن قدرت جنسی مقدار کمی یا ناچیزی هورمون تولید می کنند مرتبط می دانند. هر دو این حالت ها یعنی آندروپاز و هیپوگاندیسم شامل کاهش سطح تستوسترون و علائم مشابه می شود. هورمون تستوسترون در بیزه مردان تولید می شود. نقش این هورمون فراتر از ایجاد میل جنسی است. تستسترون عامل تغییر دوران بلوغ است انرژی ذهنی و فیزیکی بدن را تامین میکند توده عضلانی بدن را حفظ میکند واکنش جنگ و یا گریز را تنظیم میکند و وظیفه تنظیم دیگر ویژگی های تکاملی کلیدی را بر عهده دارد یائسگی مردان از چند جد با یائسگی زنان متفاوت است دوم که این مسئله باعث از کار افتادن کامل اندامهای تناسلی نمی شود با این حال کاهشی که در اثر این مسئله در سطح هورمون ها رخ میدهد ممکن است مردان را دچار بعضی مشکلات جنسی کند و اما نشانه های یائسگی مردانه چه هستند یائسگی مردانه می تواند باعث بروز مشکلات فیزیکی جنسی و روانی شود این مشکلات معمولا با بالا رفتن سن شدت می گیرند علائم آندروپاز عبارتند از کم شدن انرژی افسردگی و یا ناراحتی کم شدن انگیزه کم شدن اعتماد به نفس سخت شدن تمرکز کردن بیخوابی و یا سخت خوابیدن افزایش چربی بدن کاهش توده عضلانی و احساس ضعف فیزیکی بزرگ شدن سینه ها اختلال نعوز کم شدن میل جنسی ناباروری علاوه بر اینها ممکن است نشانهای دیگری مانند ورم و یا حساس شدن سینا کاهش اندازه بیزه ها و یا ریزش مو را هم تجربه کنید کاهش هورمون تستوسترون با یایسگی یا مردان مرتبط است و بین مسئله و پوکی و در مردان هم ارتباطی وجود دارد در اثر این بیماری استخوان ها ضعیف و شکننده می شود البته این نشانه ها به هیچ عنوان شایع نیستند برخلاف یایسگی زنان که در اثر آن تولید هورمون ها به طور کامل متوقف می شود کاهش تولید تستوسترون در مردان فرایند آهسته تری دارد بیزه های مردان برخلاف تختان های زنان هرگز از ماده که برای تولید تستوسترون با نیاز دارد خالی نمی شود بدن یک مرد سالم تا 80 سالگی و یا حتی بیشتر هم می تواند اسپرم تولید کند با این حال ممکن است در بعضی از مردان در اثر بیماری از سین 45 تا 50 سالگی و به شکل چشمگیری بعد از 70 سالگی تغییر جزئی در عملکرد بیزا رخ دهد.